مسئولان امارات اسلامی میگویند تلاش‌ها برای بازگشایی شاهراه کابل جلال آباد ادامه دارد. این راه به دلیل ریزش بخش‌های از کوه بر روی جاده عمومی در 3 کیلومتری دروازه کابل بر روی ترافیک بسته شده است. با بسته شدن این راه هزاران مسافر و ده‌ها کاروان تجاری در دو طرف منتظر بازگشایی آنند. شاهراه کابل جلال آباد این مسیر از روز یکشنبه به این سو بر روی آبرین مسدود شده. رفت و آمدهای نوبتی از مسیری که حکومت ساخته جریان دارد. اما مردم از انتظار نشستن بسیار در این مسیر خسته شده. میگویند که به خاطر مسدود بودن راه کرایه دو مسیر همراه با چندین دقایق پیاده روی را هزینه میکند تا به منزل برسد. دری صدکی لغمان نمرکت کن. مسئله را بنده ده. اول خو ده یکشنبه ورځ و ده زن روانو. دا پیخ از منگ مخی شروع و بس خدای منگ بچ کرو منگ نمخی دو موتر او اغا جو بلم شو حالا چه وقت یوا بجم اغا دا نرکت کرده او دا سو ساعت اوز بسو بجی که دا وقت پل تراو رسید مشکلات دیر دی لار بند دا پا لار کم خلقی ویلی چه مزه لار بند خو منگ بیام راه دوزه که مشکلات هم درده دل پکور که دو ساعت سه ساعت شد که صاحب دمیر سقامت ساده سیم او از ولایت لغمان حرکت کردیم صاحب از سرخکان او دمیجا تقریبا 3 ساعت مکمل منتظر هستیم اینجا. همچنان مردم از حکومت میخواهد که امکانات بیشتر را در این مسیر به کار بگیرد تا سرک برای آبرین باش شود. گرچند خواست اکثر آبرین باش شدن راه است، اما تعداد آنان از فرو ریختن دوباره کوه در جاده ابراز نگرانی کرده میگویند که حکومت باید به صورت اساسی این مسیر را ترمیم نماید. نو منګه د حکومت نن دغه هیلګم کیږي چې دغه مشکل منګ د مسافرینو پر مخ زر زر تر سرته ورسوي او لار خلاص شي ټول خلک په تکلیف دغه کی دي امارات اسلامي مې خوایم یاده رقم می سرکای ظرفه را اطراف چی ور اطرافی وره جوړش کنه که یی بسیار مشکلات زیات است مرګ هم از زر چیز است باید یی رسیدگی شوه. از سوی هم مسئولان امارت اسلامی میگویند که با ابزارهای مختلف و نو کار بازگشایی این جاده را ادامه دادند. به گفته آنان مسیرهای فرعی روند توقف آبرین را گرفته و کماکان مردم رفت آمد دارند. دا مسیر خود نن دو ورځې مخکې بند سوی ده او پرون یو طرفه وصل سو فرعی لاره باندې او نن دو طرفه باندې انشاءالله اوس کار ختم سو. دا لوډر ولاړ ده سره کوسون کې تر اوسه پورې غر را روان ده کم کم نو تخنیکی ټیمونه نن راځي او غواړو چې د پاس نغر راونه راولاندې کار شروع کو ان شاء الله. گفتنی است که شماری از تاجران میوه و سبزیجات میگویند مسدود شدن این شاهرا باعث شده که موترهای میوه و سبزیجات را که به پاکستان انتقال میدادند متوقف شوند و این وضعیت تاجران را نگران کرده است. شما معلوم است که وقتی صادرات ما و فوق العاده ایرا اهمیت داره و بسیار نزدیک هستند، نه تنها که از مشرقی بعضی سبزی و مواد من و مواد غذایی و خوراکه من از ترخم ایرا و علاوه از او ترانزیتم من و ترانزیتم چیز میشه، اما ایرا مشکل است یک چیز غیر مترقبه هستن. مسیر رای جلال آباد جایی که کوه کوش کرده و جاده ها رو بند کرده، عبور و مرور بیشتری در این جاده جریان داره. مردم بیشتر در انتظار هست که جاده ها باز شوه و مردم به مسیر خود برسند. چندین ساعت است که مسافرین در این صاحب منتظر مانده. همه خواستشان از حکومتی است که زودتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، مسیر رای جلال آباد.